بنام خدا و سلام بر شما. با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. رئیس الوزرای امارات اسلامی در دیدار با رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است که امارات اسلامی قصد ضرر رسانیدن به پاکستان را ندارد و نه هم به کس اجازه می دهد تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تهدید ایجاد کند. ملا محمد حسن آخوند در دیدار با مولانا فضل الرحمن و هیئت همراهش همچنان خواستار توقف رفتار ظالمانه حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغان شده است. از سوی هم این هیئت پاکستانی شام روز یکشنبه با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و شمار دیگر از اعضای کابینه امارات اسلامی دیدار کرده و در مورد مسائل دو کشور به ویژه موضوعات امنیتی بحث و گفتگو کردند. با گزارش در همین مورد توجه کنید. مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که در رأس یک هیئت به کابل آمده است، روز دوشنبه با رئیس الوزرای امارات اسلامی در ارگ دیدار کرده است. در اعلامیه‌ای که ارگ منتشر کرده آمده است که ملا محمد حسن آخوند در دیدار با مولانا فضل رحمان و هیئت همراهش گفته است که امارات اسلامی قصد ضرر رسانیدن به پاکستان را ندارد و نه هم به کسی اجازه می‌دهد تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر به شمول پاکستان تهدید ایجاد کند. رئیس الوزراء ابراز امیدواری کرده است که سفر این هیئت بتواند در بهبود روابط میان دو کشور مؤثر واقع شود. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که در حوزه های مختلف اشتراکات فراوانی دارند، بنابراین نمیتوان یکی را از دیگر جدا کرد. امارات اسلامی افغانستان قصد آسیب رسانیدن یا ایجاد مشکل برای هیچ کشور همسایه از جمله پاکستان را ندارد و نه هم به کسی اجازه میدهد تا از خاک افغانستان برای دیگران تهدید ایجاد کند. ما نقش علما را در حل مشکلات دو کشور و رفع سوء تفاهمات مهم و مثبت میدانیم. مولانا فضل رحمان در این دیدار تصریح کرده است که هدف از سفرشان به افغانستان رفع سوء تفاهم‌ها در روابط دو کشور و یافتن راه‌های همکاری در روابط سیاسی، اقتصادی، تجارتی و توسعه متقابل است. از سوی هم این هیئت پاکستانی شام روز یکشنبه با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و شمار دیگری از مقام‌های امارات اسلامی در قصر سپیدار دیدار کرده است. آقای متقی ابراز امیدواری می‌کند که این هیئت پیام مثبتی را حقایق موجود افغانستان به اسلام آباد انتقال بدهد تا مشکلات موجود میان دو کشور حل شود. یک تنظیم سیاسی است، علمای آن کشور است و میتانه و میخواه که در روابط خوب شدن روابط رول خوب داشته باشه. طبعا با مسائل زیربط صحبت میشه و بعد از صحبت ها امیدوار هستیم که پیغام خوبی از افغانستان ببره و با او طرف شریک شوه. امیدوار هستیم که نتایجش خوب باشه. در دیدار مقام‌های امارات اسلامی با این هیئت پاکستانی تأکید شده است که هر دو کشور راه حل همه مشکلات را با هم بیابند و از اقدام‌هایی که سبب مشکلات بیشتر می‌شود پرهیز کنند. اما سفر این هیئت چه تأثیری در راستای بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد خواهد داشت؟ از آمدن مولوی فضل رحمان در افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای امارات اسلامی، برای مردم افغانستان انتظار نداشته باشیم؟ پاکستانی ها تصورشان همیست که اگر ما بتانیم توسط ملاهای پاکستانی مسئله افغانستان به میل خود استقامت دارده بتانیم. موضوع تحریک طالبان پاکستانی از موارد جنجالی میان افغانستان و پاکستان است که روابط دو کشور را در این اواخر متشنج ساخته است. مولانا فضل رحمان پیش از سفرش به کابل گفته بود که در سفرش به افغانستان با رهبر امارات اسلامی نیز دیدار خواهد کرد و تلاش خواهد نمود تا روابط میان کابل و اسلام آباد را بهبود بخشد. بسم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان اینجا در استودیو، آقای اسماعیل قرنه آگاه روابط بین الملل از بریتانیا و همچنان آقای رحمت الله حسن تحلیلگر مسائل سیاسی از طریق خط اسکایپ از سویدن با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بس خوش آمدید میگم. پیگیر صاحب اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. چی شد که مولانا فضل رحمان به کابل آمد و ماموریتش در افغانستان چی است؟ سلام خدمت شما احمدی صاحب گرامی، قرنه صاحب عزیز، حسن صاحب گرامی و بینندگان آریانا نیوز. سلام بر شما. ببینید پاکستان اول بسیار کوشش کرد که از طریق کشورهای بزرگ بالای ما فشار بیاره. هدف ما از مردم افغانستان است.
سفرهای داشت لوی دریستیز و رئیس آیسای به امریکا، ولی به دست خالی آمدن. از جه که به دست خالی آمدن مهاجرین ما را اخراج نی که بعد از چور و چپاول اونا را اخراج کردن. بالاخره بعد راست پرسان بکنید این موضوع از مسئولین امارت اسلامی افغانستان بسیار خوش هستم. 44 سال ما دویدیم پشت دروازه های پاکستان، آل پاکستانی ها پشت دروازه های ما می دوند. مولوی صاحب که آمده بدون شک اینا روابط نزدیک دارند با عیسای، با اردوی پاکستان، نفوس زیاد دارند دوجه. اگر آمده که مناسبات افغانستان پاکستان نیک بسازه، به سوال های ما جواب بده. ببینید آیا مولوی صاحب گرانتی میده که دولت پاکستان میخواد که در افغانستان یک دولت قوی باشه؟ آیا گرانتی میده که در اینجا یک اردوی قوی باشه؟ آیا گرانتی میده که در اینجا ما شفاخانه ها داشته باشیم؟ آیا گرانتی میده که ما در اینجا دکترای قوی داشته باشیم؟ آیا گرانتی میده که در اینجا ما مکاتب درست داشته باشیم؟ بالاخره آیا گرانتی میده که اگر ما سر دریای کنر یک بند آباد کنیم پاکستانی ها خاموش باشه؟ آلی خب کدام چهره اجرایی نیست یا کدام مقام حکومتی نیست که بتونه همچون تعهد را بتره؟ آمده که مناسبات نزدیک بسازنه. خب مناسبات نزدیک ساختن خیلی نمی حرفا رو داره. با چگونه به خاطر چی آمده؟ اگر آمده که مناسبات نزدیک بسازه، این جملات را که من گفتم نه تنها ای آقا نه صدر اعظمش گرانتی داده میتونه و نه هیچ حکومت پاکستان این گرانتی داده نمیتونه. نگفتین چرا؟ با خاطر پالیسی پاکستان است، استراتژی پاکستان است که در افغانستان یک دولت ضعیف، محتاج، احتیاج و پاکستان باید باشه. یعنی مثل که امروز مریضای ما طرف پاکستان روان سیل واره، باید همیشه مثل باشه. و مثل که امروز آرد روغن از پاکستان میایه، همیشه باید به تمام مسائل تحت تاثیر از او باشه. بنان اگر آمده که مناسبات تی تی پی را با افغانها بس بکنه، باید بفهمه مولانا صاحب. بله. امروز در افغانستان حکومت است که مردم ازش خوش است و ایمی حکومت مولانا صاحب هم بسیار خوش داشت. پس تی تی پی عین حکومت در پاکستان میخواه. چرا پیش ما آمده؟ سوال است. خب برو حمایت کن تی تی پی را. اگر آمدی که افغان ها برادران پشتون و خودکو طرف خط دیورن است بکشه، این هرگز نمیشه. افغان ها این اشتباه رو دیگه نمی کنن. و موضوع تی تی پی بله، موضوع او طرف خط دیورن است. تکرار میکنم، اگر اونا یه خواهش از ما بکنه که ما برادرای پشتون خود به نام تی تی پی و پی 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 و از افغانستان اخراج بکنیم، اونا رو زندانی بکنیم، اگر امارت اسلامی افغانستان رهبریش همراه شما هوکی کنه، مردم افغانستان باز در مورد همه تصمیم میگیرن. با خاطر مردم افغانستان اقدر اساس هستن درباره پاکستان که در هیچ مورد مردم نیست اساس. و باور دارم که رهبری امارت اسلامی افغانستان باید نبض جامعه را، نبض افغان ها را در مقابل پاکستان اتمیز که باید ببینه. بدون از او مولوی صاحب هم تا کامده افغان ها مردم میمان نواز است، ولی اگر همچو کارهایی را که من خدمت شما عرض کردم بله، اونا کرده نمیتونن. آمدنشان به افغانستان ناق بود، نباید میامدن. به خاطر که نه تنها اینا، حتی صدر اعظم موقتش همین حرفایی که من گفتم اونا گرانتی کردن نمیتونن. سپاسگزارم. قرنه سب شما رو به بس خوش آمدید میگم. وقتی که مولانا فضل الرحمن یک چهره اجرایی نیست، نمیتونه کار را بکنه، نمیتونه تعهد بده،
پس به چه اساس آمده که روابط را بهتر بسازه یا مشکلات موجود را حل کنه؟ تشکر. به نام خداوند متعال، احمدی صاحب، خدمت شما، مهمانان گرانقدر شما، پیگیر صاحب، حسن صاحب و ملت عزیزم سلام و احترام تقدیم می دارم. احمدی صاحب، چنانچه پیگیر صاحب اشاره کردن، مولانا فضل الرحمن نقش تاریخی و فیلمیزی و خانوادهیزی تاز و مؤخر به تمام مردم افغانستان و آن طرف مرز معلوم است. ببینین، ما میخواهیم که با یک مصاحبه شما نشانیه بیندازم. بله. چند قبل در وقت جمهوریت با بی بی سی مصاحبه کردن جناب، و او کسی که مصاحبه میکرد ایمل پسرلی بوده، از پیش پرسان کرد که امی خود جواز فتوای جنگ علیه افغانستان چی است؟ گفت تمام جماعت های ما با اتفاق هم فیصله کردن که در افغانستان یک حکومت شرعی، اسلامی و امارتی با وجود بیه. او گفت که خب صحیح است که ایخ وقتی که در افغانستان شما میارین و در افغانستان تمام علما امیر نمیخواید، وقتی که شما میخواهی، جماعت های شما میخواهی، شما ببینین در داخل پاکستان، در داخل پاکستان که برخلاف تمام اصول شرعی اسلامی حتی انسانی مطابق قانون، یعنی قانونی که دیگه نافذ است، عملی میشه، مرد با مرد، زن با زن عروسی میکنه و هیچ نوع اصول و مقررات اسلامی دریج مراعات نمیشه، حتی اینمی احکامش هم اسلامی و شرعی نیسته، بنان چرا شما اوجا میره؟ شما ببینید آنقدر یک طفل واری خود تیر کرد و اون شخص برش مشخص میگفت که این احکام خوب بخاطر تن و بخاطر افغانستان نامده، بناهن به ای که هست و ای و خانوادهش، این از اون جد و کنانش که بنامی عبدال خلیل نام داشته، او نما اینمی وظیفه است، از بایی وظیفه داده شده که در نقش ملا، در نقش پشتون باید علیه ملا، علیه پشتون باید عمل بکنه. با مو خاطر ای جناب با ملا شمس الرحمن و سراج الحق مشترکن، هزارها مدرسه را در داخل پاکستان اینا جور کردن، رهبری کردن، در حالی که اونا هر کدامش هم یعنی صحنه ها هست، فیلم ها هست که هر صحنه ایش نشان میده که توسط استخبارات و توسط نظامیان اینا تجهیز میشن، اونا مسلح میشدن، ولی بنام برش یک چیز میداد. شما ببینین وقتی که در داخل پاکستان تو میخوایی که دوجه باید دموکراسی باشه، با اصطلاح شما سیکولر نظام باشه، و خودت هم هیچ نوع عکس العمل نشان نمیدی بلکه لابیگری هم میکنی، ولی چنانچه پیگیر صاحب گفت، ولی دیگرها را باز به این تشویق میکنی که بیای در داخل افغانستان طور حکومت عمل بکنن که مطابق اونمو هدایتاش، اونمو فتواهایش که برخلاف فتواهاش عمل بکنن. چنان دقیق گپ میزنم پیگور صاحب که خود وقتی که خودت شریعه نظام در افغانستان میخواستی، آلی خوی اینه پی تی تی شروع کرده و ایرم خودت برش وظیفه داده بودی، امی پی تی تی بود که کتی طالبان یک جای علیه جمهوریت جنگ میکرده. آلی به نظر ما ایست که در داخل افغانستان هیچ دولت در مقابل با خارجی ها سقوط نکرد. هر باری که دولت سقوط کرده، نظام سقوط کرده، حکومت سقوط کرده، زمین سازی از داخل شده، یعنی داخل در داخل نظام مشکلات ها با وجود آمده، کشیدگیری ها با وجود آمده، بعد از اون نظام سقوط کرده. آلی اینمی به نظر ما اینمی رفت آمد های جنابم صرف به خاطر زی است که اختلافات بین طالبا و پی تی تی که یک به اصطلاح یک پهلوی دیگه طالبا است، او به اوج خود برسه و برعکس در پهلویش باز صفوف طالبا که دمی 20 سال حتی دمی 40 سال با پی تی تی پهلو با پهلو مبارزه کردن، جنگیدن، اختلافات یا به رهبری طالبا پیدا شود،
و اینا سرانجام مجبور شوند که با پی‌تی‌تی ملحق شوند و یک کشیدگی بسیار زیاد هم در منطقه و هم در طالب در داخل افغانستان با وجود آمده بیاید. این صرفا به خاطر زی آمده. گپش به خی دقیق است که آلی اگر واقعا تو دروغی هستی، واقعا تو منافقت نداری، آلی خونمو را وقتی که در افغانستان شرعی نظام خواستی این آمد، امنیت هم با وجود آمده، اقتصاد هم ایند رو با بهبود است، یک مشکلات جور میشه در داخل افغانستان، در پاکستان که نه امنیت است نه اقتصاد است و حتی اینمی پی تی تی شما ببینین بمی حرکات های فیلمی زی هم علیه زی هم علیه خانوادهش و هم علیه تمام آزایش به خصوص علیه پسرش امیالی اونا فتوای مرگ صادر کردن و توسط نظامی های پاکستان او حمایت میشه. تشکر. و خود وقتی که در این موقف قرار داری با کدام چشم داخل افغانستان میشی؟ با کدام چشم چه جور میکنی؟ یعنی میخوایی که او باید از مبارزه دست بکشه، باید سلاح خود به زمین بگذاره، باید به می دولت به اصطلاح تو سکولار تسلیم شود؟ ممنون. خورای حد سپاسگزار است. مدامی که برنامه پس از وقفه. بدون یه بس بازم خوش آمدین. حسن صاحب شما رو به بس خوش آمدید میگم. حالی که مولانا فضل الرحمن میتونه مشکل را حل بکنه یا نمیتونه این کار را بکنه، یا قوه اجرایی داره یا نمیتونه تضمین بده به کنار، حالا فرض کنیم که همین سفر مولانا فضل الرحمن نتونست که روابط اسلام آباد و کابل را بهتر بسازه، پس از او چی خواهد شد؟ سلام به شما مهمانای عزیز و هموطنهای عزیز. ببینیم مولوی فضل الرحمن و اندیشه های از او، کارکرده های از او در مورد ملت افغانستان و کشور عزیز ما افغانستان در طی 50 سال چی بوده. مولوی فضل الرحمن یکی از افراد برجسته استخبارات پاکستان، تربیت شده استخبارات پاکستان و دست نشانده و همکار استخبارات غربی است. از نام اسلام و اندیشه های اسلامی به خاطر تخریب افغانستان همیشه ای مولوی فضل الرحمن و همکارانش و خانوادهشان استفاده کردند که نگذاشتند که افغانستان دارای یک سیستم، یک رژیم، یک نیرویی که بتانه به مردم افغانستان خدمت کنه باشه. اینها از اول تا امروز وظیفهشان تخریب افغانستان، تخریب اندیشه اسلامی افغانستان، تخریب اندیشه دموکراتیک افغانستان، یعنی وظیفه از یا سراپا تخریب افغانستان بوده. چرا امروز این مخلوق که عجیب یک چی میگه در بین افغانه ها منفورترین انسان در تاریخ پاکستان بعد از ضیاءالحق هم یادم است؟ ببینید در هر جا، در هر گوشه ای که هر افغان باشه نامی از این آدم بگیرین، واقعا نفرت دارن از این آدم، از نامی از این آدم، از خانواده از این آدم. ما تأسف میکنیم برای طالب ها، به زمامدارای طالب، یک نیروی مخرب، یک نیروی تباهکار که تو دعوت کردن و او را بدرقه میکنن. اگر یک رژیمی واقعا اسلامی انسانی در افغانستان موجود باشد، ایرا عاجل دستگیر بکنن، بندی بکنن، محاکمه بکنن که چقدر انسان افغانستان قاتل کشته. قاتل مردم افغانستان است، قاتل کودک ها، قاتل زن ها، خانم های افغانستان است. این دشمنی از این هیچ قابل بحث نیست، قابل توصیف نیست. این و ضیاءالحق چقدر جفا بر ملت ما کردن. ببین در این آخر چی کاری را انجام داد. خان عمران خان میخواست که رابطه های افغانستان پاکستان در منطقه از نگاه سیاسی، از نگاه ژئوپلیتیک باید اقتصادی مسئله تغییر بکنه. تلاش از او همی بود که نقش استخبارات و نظامی ها را در پاکستان کم بکنه، مثل که اردوغان در ترکیه کرد. اینمی آدم با تمام توان عمران خان در زندان انداخت با استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان و در
کودتای سفیر را در پارلمان کرد، نقشی از این نسبت به هر کس برتری دارد و این چهره برای افغانها یک چهره بسیار منحوس است، یک چهره است که برای تباهی افغانستان در طول 50 سال این نقشی اساسی و نقشی بسیار برازنده داشت، تنها از راه اسلام و مذهب. و این هیچ نوع اسلام را در جامعه خود که برای افغانها مناسب ببینه نمیخواهد. اگر ببینید امروز در افغانستان یک دولت اسلامی، امارات اسلامی با وجود آمده، به هر شکلی که با وجود آمده قدرت را غصب کرده، گرفته، در جامعه کار میکنه، تلاش میکنه و تماما توان پاکستانی ها، استخبارات پاکستان، رژیم پاکستان همی شد که در دنیا افغانستان تروریست معرفی کنند، کردن. برای همسایه ها گفتن، ببین فرمولا از این پاکستانی ها رو برد، برای همسایه ها گفتن که اگر طالب ها میخواه بر رسمیت بشناسیم، باید تماما همسایه ها یک جاشا پاکستان رو بر افغانستان رو بر رسمیت بشناسه. این فرمول پاکستان است. پاکستانی ها فرمول ایجاد کرد و همسایه ها هم قناعت داد. و ای در این ایجاد از این فرمول ها و از این صورت یادم شیطان بزرگ رول اساسی دارن. به او خاطر اگر مرد طالب ها کوشش کنند از این آدم دوری بکنند، به خاطر از اینکه هر کس ای را بدرقه بکنه، بالا بشانه، مردم افغانستان از او نفرت پیدا میکنه، جامعه افغانستان از او نفرت پیدا میکنه. بنابراین طالب ها متوجه از شیطان باید باشه. بسیار تشکر. پیگیر صاحب، یک چهره که ممکن برای کتله بزرگ از مردم افغانستان قابل قبول نباشن یا از او تنفر داشته باشن، میتونه که بیای مشکلات افغانستان به یک همسایش را حل کنه؟ من خب اول خدمت شما عرض کردم، ولی یک فشار است. خب قبل از اینکه اینا سفر آغاز بکنن، شما شنیدین که حکومت پاکستان یک اعلامیه پخش کرد که رهبران داعش آیست آیست میخواهند در پاکستان جای به جای شوند. این به کدام ماناست که طالبان رهبریش فامان امارت اسلامی را که اگه گپایی را قبول نمی کنی، یعنی ما داعش علیه شما باز شروع میکنه دیگه. و این آگاز چی باید قبول شوه پیگیر صاحب؟ مثلا لست خواسته هایی که پاکستان در حال حاضر داره چی چیزهایی است؟ زمان از اون نیست که پاکستانی ها به ما لست بته. اما شما میگین که اگر صحبت های مولانا فضل الرحمن قبول نشه ابزار فشار وجود داره. ببینید، زمان نیست که پاکستانی ها به ما لست بته، زمان است که ما باید بر پاکستانی ها لست بتیم که اونا چی بکنن که مناسبات خوب شوه. ما خو اصلا در طول امی 70 ساله که پاکستان ایجاد شده، افغان ها چی کار بد به حق پاکستانی ها کردن؟ با وجود که میتانستن در جنگ هایی که با هند داشتن، اگر ما میخواستیم شاید حالا پاکستان وجود نداشت، ولی افغان ها مردانه این کار نکردن. ولی در طول 70 سال پاکستان چی کار نبود که به حق ما نکرده؟ سوال ایجاست. چی کار نبود؟ از کدام آله فشار دمی زمستان سرد آیا بیشتر از 600 هزار مهاجرین ما را اخراج نکرد؟ چور کده، چپاول کده، اخراجشان کرد. پس پاکستانی ها یک از دست دادن که به ما لزبتن که ما چی باید بکنیم؟ یک عالم روز ما داریم که برای زنا بتیم لز که اونا باید چی بکنن. بیشتر من چرا این حرفا رو زدم؟ به خاطر که پاکستان تا که در مجموع پالیسی و استراتژی خود در مقابل جغرافیه که به نام افغانستان است و در مقابل مردم افغانستان تغییر نده، ما با پاکستان دوستی کردن نمیتونیم. همروز ببینید دی طول دو نیم سال، این سابق شهید چه من دی طول دو نیم سال که کلگی میگه امارت از اموج آمده و اموج هستن، می تو خدا در تمام تریبین های بین المللی کوشش میکنن اینجا موضوع سر حکومت نیست که افغان ها را تروریست معرفی بکنن، با وجود که تمام لانه های تروریست ها به شمول داعش خودشان اعتراف میکنن در پاکستان است، ولی در تمام تریبین های بین المللی کوشش میکنن که افغان ها را تروریست معرفی بکنن. ببینید طول دو نیم سال
اگه واقعیت بگویم نی افغان ها میتونستن و میتونن هم حالا که مثلا یک موضوع کوچک تی تی پی اگر تی تی پی به خاطر آزادی به خاطر اسلام حداقل به خاطر آزادی خط دیورنگ می جنگه افغان ها باید حمایتشان بکنه یکی پاکستان خفه میشه ایران خفه میشه امریکا بلایم در پسشان اگر اونا به خاطر تکرار میکنم آزادی حداقل اون طرف خط دیورنگ در آینده میخواین که افغانستان بزرگ باید ایجاد شه پس چرا ما حمایت نکنیم چرا ما پنهان کنیم حمایت خود باید حمایت کنیم در اون طرف خط دیورنگ هم تاجک 2 میلیون تاجک هست پشتونا هست هزارا هست ازبکا هست افغان هاست باید حمایتشان بکنیم ما چرا فضل الرحمن بشیم که از گپ بزنیم که والا این موضوع شماست نه ما حمایت میکنیم اونا هر کسی که صلاح ورداره به خاطر از اینکه افغانستان بزرگ شود افغان ها باید حمایتش بکنه هر دولت که باشه باید حمایتش بکنه پس آمدن آقای مولانا به افغانستان فکر نمی کنم که برای پاکستان یک نتیجه خوب بده بسیار تشکر ادامه یه برنامه پس از وقفه ادامه یه بس بازم خوش آمدین قرنه سب یک تفاوت دیگر هم که آله وجود داره گزارش های نشر شده که گفته میشه احتمال داره مولانا فضل الرحمن بتونه با رهبر امارات اسلامی هم دیدار کنه چه تمایز داره ای چهره که میتونه دسترسی پیدا بکنه به رهبر امارات اسلامی با در نظر داشت از این که بسیاری از سازمان های خارجی کشورها تلاش کردن که با رهبر امارات اسلامی دیدار بکنن اما نتونستن احمدی صاحب چنانچه شما گفتین و دوستا میمانام اشاره کردن که این یک چهره دولتی نیست مگر ما بر شما میگم که اگر این چهره دولتی هم نباشه این میتونه که هر لحظه که بخواه با می رهبر بنام رهبر طالبان میتونه که در اون لحظه ملاقات بکنه ما هر وقت گوشزد کردیم که در منطقه خصوصا دمی منطقه و جهان یک بازی روان است یک بازی بزرگ روان است و در این بازی بزرگ اینمی تو مره های بدنام استخباراتی باید نقش بازی بکنه ای با می خاطر امی امنیت و بی‌ثباتی و اقتصاد ضعیف و هر روز رو به نابودی پاکستان مانده و خصوصا در این حالتی که امیال انتخابات است و ای در انتخابات قبلی آنقدر مصروف می بود که حتی برای یک لحظه و برای یک ثانیه هم وقت نداشت شما فکر کنید در این حالتی که ای با افغانستان می آید ای از خود دلایلی داره و ای را باید طالبان متوجه شوند و طالبان به خاطر زی متوجه نمی شوند که با اجنا در آغوش زنا و در پالو به پالوی زنا سالها را تیر کردن و اینا ای کار را می کنند و ما برشان میگم که تونان که دوستان گفتن که این آدم با لحاظ سابقه سیاسیش آنقدر بدنام در هم در پاکستان هم در افغانستان است که شما میالی خبر دارین که در محافل رسمی توسط رجال برجسته سیاسی ای بنام ملای دیزل مشهور است یعنی این آنقدر به این اهانت و توهین میشه که اصلا نمیتونه که آدم فکر بکنه ای دقیق است که طالبا با یک استقبال گرمی که از یک چهره بدنام اینا میکنن اگه این نتیجه بتره انتا ای ما برتان با طالبا ممیتو با گارانتی میگیم که بزیان شماست ای بزیان شماست که خود طالبا ممکن در صفوف طالبا علیه شما استاد شوند مردم افغانستان فرد علیه شما استاد شوند و اینمی امنیت نسبی و ثبات نسبی را که آوردین در وجود اینمی تو چهره های بدنام و بی‌عزت میکن میشه که کلش از دست بدیم بله خواهد گفتم میشه که امی دعوت هم بر اساس درخواست های مکرر خود مولانا فضل الرحمن صورت گرفته و امارات اسلامی در نهایت پذیرفته
ملا فضل الرحمن هدایت نیم و ملا فضل الرحمن هدایت داده شده که تو باید بری. ما با شما قبلا هم گفتم که ایست زمینه ساز است که یک سوی اداره در داخل طالبان آلی خود ظاهرا دیده میشه که مناسبات درونی طالبان نسبتا خوب است، یعنی برسانه ها نبر آمده، ولی اینمی رفتامات ها و اینمی ملاقات های مرموز و این ملاقات هایی که اصلا از تمام اذهان عامه پت است، این زمینه ساز میشه که در داخل افغان طالبا یک بار دیگه مثل سابقه یک سوء اداره به وجود بیاید، یک بیتفاقی و کشیدگی ها به وجود بیاید. بخاطر ازی اینمی ملا صاحب و همی ملا صاحب ها ادایت دادن که باید با علیه هیزیت و یک حکومت بخاطر آوردن نظام شرعی اسلامی و امارتی باید خود قربان بکنه. آلی اونا با چشم سر میبینن که از افغانستان دیروز کرده هم در داخل پاکستان از هر جای دیگه که در شریعت یعنی جهاد رواسته. چطور ای تو یک آدمی که دیروز فتوای جهاد میداد و امروز میای اونمو مجاهدینه که به گفته دوستا به خاطر جهاد، به خاطر امارت، به خاطر آزادی میجنگن و اینا را وادار میسازن که به دولت اینمی تو دولت سیکولر پاکستان، به دولتی که اصلا هیچ نوع اصول و مقررات اسلامی در اوج رعایت نمیشه، به او دست خودم به اصطلاح یک سرت تسلیم شود. دیگه خب اصلا چی گفتنی داره به این طالبا و چی گفتنی داره به پی تی تی؟ چرا پی تی تی برزی و به اعضای فامیلش و اعضای حزبش فتوا صادر میکنه؟ این خودش مشکل پیدا میکنه. توصیه ما، پیشنهاد ما به طالبایی است که این آنقدر یک چهره بدنام و گنده است که هر قدر به این نزدیک میشین، شما ما میفهم که شما وصله کدام رای دیگه ندارین، مجبور هستین که به این امیتو استقبالش بکنین، بخاطر ازی چاره دیگه ندارین. یک وقت بسیار وقت کرده جنا در یک سنگر و در یک مجلس و شیشتن جنگیدن صحبت کردین عالی، ولی عالی سیاست، ما قبلا بر جا گفتم که سیاست اجاب میکنه که مطابق شرایط تو چطور خود عیار بسازی. تا سیاست دوست و دشمن وجود نداره، هر کسی که به خاطر امو ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی، ثبات امنیتی بر تو موثر بوده، مفید بوده، با او تماس بگی، نه با کسی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی تو را نیست و نابود کنه، با او خود نزدیک بسازی. امیر رقم گفتی که برادر ما کار من نیست، من نمیتونم کدام کار انجام بدم در داخل پاکستان، در داخل ایران، هر کاری که میشه مربوط خود زعمایش هستن، مربوط قوای امنیتی شان است، اونا باید امنیت بگه. من خودم یک کسی هستم که نو آمدیم، نه مشروعیت دارم، نه ثبات دارم، نه کس مرا تانوز به رسمیت شناخته. من کی هستم؟ در کدام استیج قرار دارم؟ در کدام مرحله قرار دارم؟ کس مرا نام مرا تا فعلا در تمام دنیا با پنسل نوشتن شده؟ من چطور میتونم که یک اکت یک ملک قریه و یا ملک منطقه را انجام بدم؟ این سفلگی خواهد بود که باید تو یک اشخاص بدنام استقبال صورت بگیره و از این صحبت ها شود و این زمین ساز شود که همین ثبات نسبی که با وجود آمده این هم از بین. سپاس گزارم. ممنون. حسن صاحب، موضوع تحریک طالبان پاکستانی که یک موضوع بسیار پرحاشیه و جنجالی آمه است، آیا فکر میکنین که حداقل در حال حاضر با درخواست امارت اسلامی شبکه این موضوع میانه ای تحریک و حکومت حاکم در پاکستان حل شود، یا امارت اسلامی که به نحو یک دایی مشترک با تحریک طالبان پاکستانی دارد، از اونا بخواهند که در قسمت حملاتشان بالای اهداف که در پاکستان مشخص می سازند انعطاف پذیری داشته باشند؟ ببینید، اول به پیش از اینکه یکی از انگیزه های اساسی فضل رحمان سفرش بر افغانستان بسیار تقاضه های مکرر کرد که افغانستان بیاید و یک از شروط یزی آمدنش ملاقات با ملا هبت الله. ببینید، یک دوره یک پنج شش ملای بسیار برجسته که مدارس داشتن در پاکستان، عالم های بسیار کلان بودن، آمدن کابل. در هتل سرینا تقریبا چهار روز یا پنج روز بسیار عزتداری شدن،
زندگی کردن و یک ملاقاتی به امین الزواهری انجام دادن در کابل. با مجردی که بعد از ملاقاتی را که به امین الزواهری که انجام دادن، امریکایی آمد امین الزواهری را از بین برد، کشت و نشان داد که امین الزواهری در افغانستان است. گرچه طالب ها بسیار گفتن که این دروغ میگن امریکایی ها، کل افغانستان، کل مردم منطقه میدانن که پاکستانی ها سازماندهی کردن بر انتخابات امریکا و بر دستاوردهایی که پاکستان بر امریکایی ها نشان بده، و یک پول وافری را پاکستانی ها از این مرجع گرفتن. ببینید اگر ملا هیبت الله کتی از این ملاقات بکنه، اگر ملا هیبت الله شرایط ملاقات ملا فضل الرحمن جور کنه، عین در روزگار امین الزواهری دوچار میشه، امریکایی ها و پاکستانی ها ملا هیبت الله را به قتل میرسانه و برای انتخابات پاکستان یک دست آورد است، برای انتخابات امریکا دیگر دست آورد است. و در داخل صفوف طالب ها بعد از ملا هیبت الله یک حرج و مرج را با وجود میارن. اینمی سیستم امنیتی که ملا هیبت الله در افغانستان ایجاد کرده، پاکستانی ها میخوان این را برهم بزنن. یک ما تصور ممیز که یک دسیسه، یک توتیه پشت آمدن از این است که یکی از بخش های عمدهش همیست. آمدیم سر مسئله طالب های پاکستان. آیا طالب های پاکستان با طالب های افغانستان رابطهشان چی است؟ ببینیم بس سال طالب های افغانستان در برابر قوای اشغالگر امریکا جنگ کرد و طالب های پاکستان، مردم پاکستان از اینها پشتیبانی کردن، همکاری کردن، همراهشان یک جای آمدن جنگ کردن در برابر قوای اشغالگر آمریکا تا افغانستان آزاد شد. و امروز اونمو طالب های پاکستانی میخواین یک رژیم اسلامی را معادلی که امارات اسلامی در افغانستان جور کنه در پاکستان جور بکنن و بسیار جدی، بسیار سرسختانه مبارزه میکنن و دستاوردهایی هم دارن. نیروهای پاکستانی را در مناطق بسیار عمده‌ای که پاکستانی ها حتی تصورش نمیکرد تار مار کردن، قوادهای هواییشان از بین بردن، قطعاتشان از بین. امروز هم در باجاور صبح که دیدیم یک پایگاهشان از بین بردن و بسیار مبارزه جدی میکنن. اگر امارات اسلامی میخواهد، اگر میخواهد که افغانستان آرام شود، افغانستان یک 200-300 سال دیگه آرامی رو روی شبی بینه، با وا همکاری بکنه، دستی از وا رو بگیره، اونمو تک وا کمک کنه یا باید کمک کنه. نامردی نکنن، در شان افغان ها نامردی جایی نداره. مردانوار از وا دفاع کنن، از پاکستان نترسن. ببینین بعضی افغان ها میگن که ما چی داریم که در برابر پاکستان قرار بگیریم. ما به صفت یک نظامی برشان میگیریم، اتحاد شوروی ابر قدرت یک اتحاد دنیا بود، افغانستان آمد مردم افغانستان شکست شد، آمریکا با 3 تریلیون دلار ناتو آمد در افغانستان شکست خورد. هرچی بسیاری ها میگن نه شکست نخورد، تسلیم شد. از نگاه نظامی من یک عسکر هستم، شکست شاخ و دم نداره، واقعیت شکست خورد آمریکایی ها اینجا. و امروز در تمام اکادمی های نظامی دنیا شکست ناتو آمریکا را در افغانستان بررسی میکنند. بنان طالب های پاکستانی را امارات اسلامی مطلقا همکاری بکنه، مطلقا پشتیبانی کنه، کمک کنه تا این رژیم پاکستان از داخل بشاره، از بین بره و افغانستان روی آرامی را ببینه. بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه. ادامه یه بحث، بازم خوش آمدین. پیگیر سر میخواییم که بحث را جنبندی بکنم. چه فکر میکنین بالاخره برایند سفر مولانا فضل الرحمن که حال گفته میشه آخرین تلاش های پاکستان به خاطر بهبود روابط با افغانستان است، چه خواهد بود؟ به نظر من سفر آقای مولانا یک سفر نمایشی است. انتخابات دراست، خود قهرمان جور میکنه که من اجرت کردم، من رفتم به کابل و افغانستان به خاطر منافع پاکستان و چه صحبت کردم و هیچ نوع دستاورد نمی داشته باشه و باور داشته باشه، به خاطر که
مناسبات پاکستان و افغانستان آنقدر عمیق است که با این سفرها نمیشه که این مناسبات ما ترمیم بکنیم. امکان نداره. بنان همه تو کامدن همه تو پس میرن و چیزی نیست که در افغانستان دیگه افغان ها چیزی ندارن که بر از اونا بتن. هر چیزی که هست از نگاه سیاسی در خود پاکستان است، موضوعات پاکستان است. پاکستان باید خود تغییر بده در مقابل مردم افغانستان، در مقابل جغرافیه که به نام افغانستان است. مجبور از خود تغییر بده، بدون از او افغان ها جغرافی پاکستان تغییر میده. این مولانا باید یاداش بتن، یا تغییر بتن یا جغرافی تان افغان ها تغییر میده. و تا جایی که میبینیم ما همون سو روان است. بخاطر که 44 سال بالای ما اگر افغان های کجا مهاجر بود چی ظلمایی که بالایشان نشد و حکومت هایشان با هیچ حکومت افغانستان اونا جور نامدن، نه با چپی ها جور آمدن، نه به راستی ها جور آمدن، نه به جمهوریت جور آمدن، نه به امارت جور می آین، با هیچ کس. پس از این معلوم میشه که دشمنی حکومت پاکستان با جغرافیه که به نام افغانستان است و با مردم افغانستان است. از این سبب است که اگر مردم افغانستان هم همین تلاش هایی را که امروز تیپی میکنه تیپی را حمایت بکنن، باور دارم که جغرافی پاکستان تغییر میکنه. با حمایت تی تی پی یک تاپه تازه بر افغانستان زده میشه که حمایت از تروریسم باشه. ببینید خب اگر حمایت از تروریسم بود امروز که امارت اسلامی افغانستان همه جلس سیاس هنوز در بسیاری کشورها به نام تروریستای بین المللی ثبت هستن، ولی امروز حکومت بدستان. فردا اگر تی تی پی عین کار بکنه، حداقل بازم میگم تا خط دیورنگ تا پل اتک هم که آزاد بسازن، و ما باور دارم به خاطر که هیچ وقت فراموش نکنید تی تی پی از رهبر طالبان بیعت کرده، به این معناست که اونا تا هر جایی را که آزاد بسازن او مربوط خاک افغانستان میشه. و از به نظر من اگر مردم افغانستان از حکومت فعلی خوب است و امی مولانا صاحب همیشه میخواست همچی حکومت در افغانستان، پس چرا ما نخواهیم که در مناطق تا پنجاب یار نمیگریم تا خط یا تا پل اتک چرا متوی حکومت نباشه؟ پس ما اگر ایواز امارت اسلامی افغانستان باشم باور داشته باشین که حمایت میکنم. هر فرد، هر شخص، هر بلوچ، هر پشتون، هر تاجک، هر ازبک به خاطر گزدرش افغان ها جنگ و مبارزه میکنه، وظیفه و دین افغان هاست که از اونا حمایت بکنه. بله قرارنامه صاحب، حالا که با آخرین مهره پاکستان هم قرار نیست که روابط کابل اسلام آباد ترمیم شوه، نقطه ترمیمی روابط در کجا است؟ نقطه ترمیم خوب با برتان قبلا هم به حساب گفتم که اصلا بین دو مملکت به خاطر به احترام متقابل با اساس منافع ملی مملکت ها صحبت میشه، ولی چنانچه دوستان برش اشاره کردن پاکستان از روزی که ایجاد شده نه تنها با جغرافی افغانستان اینا دشمنی دارن، با مو خاطر اینمی بازی ها را سازماندهی میکنن. سعی کنین شما اینجا گفته شد که بین طالبا و پی تی تی یک دایه مشترک وجود داشت. دایه مشترک خوامی بوده که باید حکومت شرعی اسلامی و اماراتی با وجود بیاید. ایجا آمد آلی ای ملا اگر یک اندازه عقل و چی میداشت با کدام چشم ای میاید که طالب این موضوع را طرح میکنه؟ باز اینا با کدام چشم هم طالب هم این ملا با پی تی تی همی صحبت همی کنه؟ بخاطر از اینکه وقتی که تو این کار انجام دادی، دایه ما مشترک است که در افغانستان امارات شریعت با وجود آوردیم و در اینجا از من میخوایی که بدون قید و شرط مسئله خود به زمین بگذارم و اینمی مرد و زن عروسیش قبول بکنم؟ خوی از این معلوم میشه که از اتا به این شکل داخل افغانستان شریعت افغانستان هم بدنام میشه. مردم امیالی دوگانگی زینا را
امی درویی زینا را منافقت زینا را میبینه. واقعا میگه پس اگر واقعا مردم ملا و طالب به این معتقد باشن با مو دایه که مشترکشان که بوده باید امی کار را بکنن، باید برشان کمک بکنن. امی کمک مخلصانه را که ملا فضل رحمان و ملا شمسو و ملا احمد و محمود انجام میداد اینا هم باید انجام بده. خب برشان بگوین دیگه. خب وقت شما که وقت داخل پاکستان بار ما میگفتن که در اینجا شریعت جور کنین، خیر ما خود جور کردیم، شما چرا جور نمیکنین؟ خویی هم اگر دولت اگر اسلامی نیست اعلان بکنن که یک دولت اسلامی نیست و در اینجا هیچ نوع احکام اسلام نافذ شده نمیتونه، تطبیق شده نمیتونه، بنان ما به حساب خود بفهمیم. نامش میمنی دولت اسلامی پاکستان، ولی داخل پاکستان چی فجایعی نیست که روان است و اینجا که یک نسبی یک چیز با وجود آمده، شریعت هم با وجود آمده، امنیت هم با وجود آمده، این را میخوایی پس خراب بکنی. خب اینجا معلوم میشه که اونمو منافقت معلوم میشه. به این منافقت هیچ وقت نه صحبت ها نتیجه میده، نه رفت آمد ها نتیجه میده و این همش منتج حتی اگر کس از این را دوام هم بته، هر قدم دی به زیان و تاوان مردم افغانستان است، به زیان و تاوان طالب است و زمین ساز یک تحول و یک حرکت دیگه در داخل افغانستان است. سپاسگزار هستم. حسن صاحب، به عنوان آخرین پرسش دیدگاه شما را میخواهیم داشته باشم. چه راهکار میتونه مشکل موجود میان پاکستان و افغانستان را حل کنه؟ یک کشوری که 50 سال است سر ما تعرض میکنه، تعرض اقتصادی، تعرض نظامی، تعرض سیاسی، تعرضی که تروریست تربیه کرده، معلم کش تربیه کرده، قاتل تربیه کرده، 50 سال است بعد از سقوط داوودخان این کار بر ما میکنه، بعد از رژیم شاهی کار که ما میکنه. حالا تازه دست ما سر پاکستان یک مقدار بالا شده. اگر ما عقل و خرد داشته باشیم، اگر ما منطق سیاسی و منطق اقتصادی داشته باشیم، باید انتقام 50 ساله این خود را از استخبارات پاکستان و از نظامی های پاکستان بگیریم. یک را داره با گپ زدن، با صحبت، پاکستانی ها چنان سیاستمدارای ماهر هستند، چنان فریبکارای هستند. ببینید دینمی وقت هم امریکا را فریب میده، هم چین را فریب میده، هم هند را فریب میده، هم ترکیه را، عربستان را، از کلش مثل گاو دوشواری پول میگیره. یا بسیار ماهر هستن یا این دو فریبکار ماهر هستن که در دنیا مثل استخباراتی از یا وری که یه چی استخبارات اسرائیل است، انگلیس است، امریکا است، ولی استخبارات پاکستان و استخبارات خصوصا استخبارات نظامی پاکستان نسبت به هر کس دست بالا داره. یعنی مثلا یک کشور تروریست پرور است در طی دو سال افغانستان نشان داد در دنیا این کشور تروریست پرور است، نه ما خودم مظلوم نشان داد. بنان ما یک را داریم، دو را نداریم. راه ما همیست که یگانه نیروی توانی که ما امروز در افغانستان داریم، 200 هزار مرد جنگی داریم با 15-16 میلیون طالب ملا و قاری در طرفدارای خود در پاکستان و امارات اسلامی داره. ما یک تویری داریم، این تویری من که میگم از چترال تا نیمروز یک تعرض بالای پاکستان. قطع پاکستان یک تصفیه حساب بکنیم، برای هزارها سال آرام میشیم. در غیر از این صورت اینمی طالبان هم سکوت میتن، مثل که رژیم های دیگر سکوت دارن. اینمی تحقیر توهین ملت افغانستان دوامدار یا اجرا میکنن. مثل که ببینید وقتی که شما مهاجر شدین، رفتین اونجا خانه ساختین، دکان ساختین، فابریکه ساختین، یک چیز ساختین، شما را دسکیر کرده، زن اولادتان را بسته کرده، رایی کرده، کل داراییتان را برای پاکستان بخشه. این همسایگی از یاست، این مسلمانی از یاست. یا از مسلمانی از یام تیر شدیم، از همسایگی از یام تیر شدیم، باید انتقام خود از یام باید بگیریم. بله، سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بینندگی تحول امشب بودید. خدا نگهدار.